سلام به بخش خبری یوتیوب تیپس خوش آمدید. بریتانیا، ایران عزم امریکا را محک نزند. جریمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا خطاب به ایران گفته است که امریکا به دنبال جنگ با ایران نیست، اما نباید عزم امریکا را در این باره محک زد. به گزارش رویترز، آقای هانت که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت به ژنو سفر کرده است، گفته است که من باید به ایرانی ها بگویم که عزم امریکا را محک نزنید. آنها به دنبال جنگ با ایران نیستند. اما اگر به منافع امریکا حمله شود، آنها تلافی می کنند و این چیزی است که ایرانی ها لازم است درباره آن خیلی خیلی با دقت فکر کنند. همزمان از ایران گزارش شده است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به توییت شب گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته تروریسم اقتصادی و تهدید به نسل‌کشی پایان کار ایران را رقم نمی‌زند. رئیس جمهوری امریکا ساعتی پیش در توییتی نوشته بود اگر ایران به دنبال درگیری است، این رسما پایان ایران خواهد بود. هرگز امریکا را دوباره تهدید نکنید. اکنون محمد جواد ظریف در پاسخ توییت کرده تیم بی و ترامپ امیدوارم به چیزی برسن که اسکندر، چنگیز و دیگر متجاوزان نتوانستن انجام بدهند. ایرانیان در طول هزاران سال بلندقامت ایستادن در حالی که همه متجاوزان رفتن. تروریسم اقتصادی و رجزخانی برای نسل‌کشی به ایران پایان نمی‌دهد. هرگز یک ایرانی را تهدید نکنید. احترام را امتحان کنید. این عمل می‌کند. آقای ظریف پیش از این گفته بود منظور او از تیم بی جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری امریکا، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است. معلوم نیست توییت آقای ترامپ در واکنش به چه اظهار نظری است. اما پیشتر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود که دشمنان ایران اراده جنگ ندارند، از جنگ می‌ترسند. هرچند این مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی تاکید کرده بود که ایران به دنبال جنگ نیست، اما در آمادگی کامل قرار دارد. ساعتی پیش از توییت آقای ترامپ همچنین ارتش عراق نیز اعلام کرد موشکی به منطقه سبز و به شدت حفاظت شده مرکز بغداد شلیک شده است. این منطقه محل استقرار ادارات دولتی و سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها است. ارتش عراق تایید کرده بود که این موشک به ساختمانی متروکه در نزدیکی سفارت امریکا اصابت کرده است. مقامات امریکایی علت تحرکات نظامی اخیر خود را خطر تهدید نیروهای این کشور از سوی ایران یا گروه‌های نیابتی این کشور عنوان کرده است. جنگ لفظی دو کشور در حالی است که تنش‌ها در عراق هم در حال افزایش بوده است. ایالات متحده پیش از این شماری از کارمندان غیر ضروری خود را از عراق خارج کرد. در هفته‌های اخیر تنش میان تهران و واشنگتن امریکا را واداشت تا تجهیزات و افزار جنگی تازه‌ای را در پایگاه‌های نظامی خود در خاورمیانه را مستقر کند و ناو گروه نظامی ابراهام لینکلن را هم به آب‌های جنوبی ایران اعزام کند.